خوبیش کنه. خب ما هنوز پس توی برنامه عالم شکرگزاری هستیم دیگه ایشالا. از قوم سبا دو قوم سبا دفعه پیش اونجایی که وایستادیم سر این بود که حکمت آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا معبد متکبران باشد که اعتیان تاوان او کرهان، که اینم من هنوز معنیشو پیدا نکردم. کلن ما میخوام بفهمیم جهنم اصلا واسه چی به وجود میاد، اصلا واسه چی جهنم خلق شده. مولوی اینو میخواد چیز کنه. بعد یه تعریف اینجا میده، تعریفشو که خوندیم، من میدونم ماها تو حرفای عامیانه ای هم که میزنیم میگیم بهشت و جهنم همینجاست، درسته؟ پس نسبت به اون باید یه ذره حالا فکر کنیم واقعا بهشت و جهنم یعنی چی وقتی که قراره همینجا باشه. حالا آیا حقیقته یعنی حقیقت نیست، آیا ما خودمون درستش میکنیم یا به هر. خب مولوی میگه که لعیمان در جفا صافی شدن. لعیمان اینجا یعنی آدم های فرومای، آدم های ستمکار. میگه اینا وقتی که یه ذره بهشون سختی بیاد اینا صاف میشن، آدم های خوبی میشن، چون وفا بینند خود جافی شوند. جافی چه؟ ستمگر. میگه وقتی بهشون یه ذره محبت بکنی اینا دوباره ستم میکنن. تو فارسی ما میگیم به یکی سی رو نود بدین روش زیاد میشه، این بیسیکلی اینه. میگه اینا روشون زیاد میشه. مسجد طاعاتشان پس دوزخ هست، پای بند مرغ بیگانه فخر است. اینا پس اون جایی که باید طاعت بکنن یا باید عبادت بکنن تو جهنمه. حالا هنوز نگفته جهنم چیه، فقط میگه جای دوزخیه، هرچی هست بهشت نیست. خب اینجوری بهش فعلا نگاه کنیم، مثلا صحبت سوختن و نمیدونم این چیزها رو نکنیم بهتره. هست زندان صبح پایبند مرغ بیگانه فخ است. فخ یعنی دام. میگه مثل این میمونه که یه مرغی که اگه به یه جایی آشنا نباشه بیاد توش، بهتر اینه که این بالاخره یه دامی رو میگیره چون آشنایی نداره با اون دور و بر. اینا به علت کمبود آشنایی مجبورن توی جهنمی باشن. خب پس زندان صومعه دزد و لعیم کندرو ذاکر شود همراه مقیم. پس زندان صومعه یا حالتی که یه جای عبادتگاه دیگه به معنی اونه. میگه پس زندان یه عبادتگاه واسه آدمای لعیم و واسه آدمای ستمکار و دزد. بیسیکلی اینا بشینن اونجا و فکر کنن، عبادت کنن. حالا زندان، وقتی ما فکر زندان رو میکنیم یه جایی که شما زیاد خیلی محدودی، یعنی محدودیت داری دیگه، درسته؟ یه سلول تو زندان هست، شما به اندازه 3 تا 5 متر این ور، 3 تا 5 متر اون ور طول و عرضشه، بعد یه تخت و جای دیگه هم نمیتونی بری، همه چی هم یه قوانینی داره و یه چیزی. حالا ما میتونیم بگیم همه ماها تو زندانیم، یا این که میتونیم بگیم یه عده ای تو زندانم. خب میخوام یعنی اینجوری به این مسئله به جفت تعبیرش فکر کنیم. به هر حال هرچی هست آزاد نیستش آدم ستمکار، چون عبادت بود مقصود از بشر، شد عبادتگاه گردن کش سقر. میگه بشر رو خدا آفرید که عبادت کنه. حالا بشر رو خدا آفریده که عبادت کنه، اینجا عبادت کردن سلام بفهم فرق نمی کنه از هر طرف. عبادت کردن صحبت، حالا ما داریم میگیم مثلا ممکنه فکر این رو بکنیم که نماز هست و روزه هست و نمیدونم حج هست و زکات و این چیزا. عبادت کردن نافرمانی خدا رو نکنی عبادته، شکر کردن عبادته، ریلایز کردن یا فهمیدن اون نعمتی که ما داریم عبادته،
عبادت کردن حالا یعنی با خدا کانکت کردن، بهش وصل شدن، این عبادته. حالا هر جوری که شما میخواید وصل بشید. میگه پس عبادت بود مقصود بشر، شد عبادتگاه گردن کش سقر. سقر هم یه اسم دیگه جهنمه. جهنم پس جاییه که آدم گردن کش، آدمی که یه کمی جاهله، آدمی که سرکشه، اینجا باید بره بشینه عبادت کنه. پس حالا معنی جهنم یه ذره داره عوض میشه. خب پس ما اول جهنم رو با زندان یکی کرد، حالا هم داریم میگه یه جاییه که باید آدم بشینه و عبادت کنه. چرا؟ چون میخواد وصل بشه. آدمی را هست در هر کار دست، لیک از او مقصود این خدمت بوده است. به هر ابیلیتی هم به آدم داده شده، یعنی آدم قابلیت همه کار رو داره، همه کار میتونه بکنه. مقصودش اینه که این خدمت رو بکنه آدم. یعنی دلیل این که ما همه قابلیت ها رو داریم اینه که ما بتونیم عبادت بکنیم. عبادت کردنمون ما رو میرسونه به آزادی از این زندانی که هستیم. این زندان هم مثل جهنم میمونه واسم. ما خلقت الجن والانس، بخوان جز عبادت نیست مقصود از جهان. این سوره زاریات آیه 56 که خدا میگه ما جن و انس رو اصلا برای این خلق کردیم که اینا عبادت کنن. خب بازم میگم عبادت رو ما برای خدا نمی کنیم، برای خودمون می کنیم. خدا احتیاجی به عبادت ما نداره. ما این وسط به خاطر اینکه از این زندان و یا جهنمی که توش هستیم رهایی پیدا کنیم عبادت می کنیم. عبادت کردن هم اینه که ما خودمون رو چجوری وصل کنیم که بتونیم از زندان بیرون بیاییم. گرچه مقصود از کتابان فن بود، گر توش بالش کنی هم می شود. این یه داستانی پشت این بیته. میگه هر کتابی وقتی که میخونی توش یه فنی توش داره. شما کتاب ریاضیات رو میخونی، فن ریاضی رو بلد میشید. کتاب نمیدونم مثلثات رو بخونی، فن مثلثات رو میفهمید. میگه هر کتابی یه فنی داره، یه حرفه یادتون میده. اما همون کتاب از زیر سرت هم بذاری بالش هم میشه. بستگی داره تو چجوری استفادهش کنی. مقصود چیه؟ مقصود اینه که همه چی به ما داده شده، ما استفاده از اونو ترجیحاً ما انتخاب میکنیم که چجوری ازش استفاده کنیم. پس این دنیا مثل این فنیه که داره به ما میده. این دنیا رو به ما داده، ما چجوری ازش استفاده میکنیم بستگی به خودمون داره. نظرش اینه که اولادی ما تو جهنمیم. ما جهنمیم، مرسی ده. این علانه فعلا از این مثل اینکه برمیاد. ما کلن خودمون تو جهنمیم. حالا چرا این حرفو میزنه؟ چون داره تعریفی که میکنه میگه ببین یه جاییه که محدودیت داره توش. مثل زندان میمونه. قصد ما اینه که از این زندان بیایم بیرون. یه حدیث از امام علی هم هست دیگه. میگه چی؟ یه دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. Thank you very much. همین اینه الان. خب. لیک از اون بعد یه داستان دیگه داره که مولوی میگن یه دفعه به یه کسی طرفای آخرای عمرش به یه جایی وارد میشه. بالاخره نسخه هایی از مثنوی این ور اون ور بوده، میبینه یک کسی این مثنوی رو گذاشته پشتش رو تکیه داده و یکم باهاش تون میشه، با اون طرف میگه ببین این کتاب پشتی نیست، این کتابیه که عالمگیر میشه. یعنی اینه که گذاشتی پشتت، حواست باشه که داری چی کار میکنی باهاش. نسبت به مثنوی هم خیلی غیرتی بوده. مقصود او که اگر زیر بالشتم بذاری بخون و ببین چه فنی توشه. نه میگه گر توش بالش کنی هم میشود. یعنی ببین یه کتاب شما میتونی هم به عنوان بالش نگاش کنی، سرت رو بذاری روش بخوابی، همینطوری میتونی بخونیش بفهمی چیه. دو تا کار میتونی باهاش بکنی، بستگی داره شما چجوری ازش استفاده کنی. خب حالا لیک از اون مقصود این بالش نبود،
علم بود و دانش و ارشاد و سود. میگه اون چیزی که ولی برای شماها اومده، حالا اون دانشی که براتون اومده یا اون علمی که اومده، صحبت سر این نبود که بالش باشه واسهتون. اینا برای این بوده که شما بتونید اینجا شماها بتونید یه سودی بکنید. خب گر تو میخی ساختی شمشیر را، برگزیدی بر ظفر ادبار را، گرچه مقصود از بشر علم و هداست، لیک هر یک آدمی را علم و هدیست، لیک هر یک آدمی را معبدیست. حالا سلام، شمشیر رو شما میتونید دو تا کار ازش بکنید، یا میتونید ازش استفاده کنید برای جنگ کردن، همینطور میخش هم میتونید بکنید، بستگی داره شما با شمشیر چی کار میکنید دیگه، درسته؟ اگه بخواید یه تابلو بس کنید، میتونید شمشیر رو بکوبید به دیوار، تابلو از اون رو بس کنید، یا میتونید میخش بکنید. گر تو میخی ساختی شمشیر را، برگزیدی بر ظفر ادبار را. میگه پس تو وقتی که از یک شمشیر به عنوان میخ استفاده میکنی، یعنی برای به جای پیروز شدن شکست رو ترجیح میدی، چون از وسیله‌ای که داری استفاده غلط داری میکنی. ادبار یعنی؟ ادبار یعنی شکست. خب گرچه مقصود از بشر علم و هدیست، میگه از هدایت جستن و علم گرفتن کار بشره، یعنی بشر باید دنبال این باشه کلا. لیک هر آدم، یه هر یک آدمی را معبدیست، ولی هر آدمی یه معبد یا یه جای عبادتی داره، پس یه مقصود کلی هست نسبت به اینکه ما اینجا وظیفمون چیه، یا اینجا یه مقصود کلی نسبت به وظیفه بشره، ولی هر بشر یه حق انتخاب داره، هر کاری دوست داره بکن. این حرفی داره میزنه. یه عده معبودشون حالا خداست، یه عده معبودشون مقامه، یه عده معبودشون پولشونه، یه عده معبودشون خودشونن، نفسشونه، همه چی هست. معبد مرد کریم اکرم تهو، معبد مرد لعین اسخم تهو. اکرم تهو یعنی این که گرامی کردن، بزرگ کردنش. میگه اون معبدی که آدم کریم، آدم بزرگوار، آدم با سخاوت انتخاب میکنه، بزرگش میکنه، گرامیش میکنه، معبد مرد لعین اسخم تهو، آدمی که پایین صفت، آدم سرکش، آدم خودخواهیه، اینو بیشتر بیمارش میکنه. این از خمتهو یعنی بیمار. مرد لعیمان را بزن تا سر نهند، مرد کریمان را بده تا بردهند. حالا میگه لعیمان رو باید تو سرشون بزنی تا آدم شن. یه جور دیگه بهتون میگم، لعیمان رو باید بهشون سختی بیشتر بدی تا اینا آدم شن، مرد کریمان را بده تا بردهند. آدمای کریم و آدمای بخشنده و آدمای بزرگوار رو بهشون بیشتر بده تا بیشتر بده. خب این یه اصله. حالا صحبت رو از زمان کی میکنه؟ یعنی به کی میگه که لعیمان را بده؟ یعنی منظورشون چیه؟ یعنی فهمونی چیه؟ ابتدا یعنی پروردگار اینجوری میگه از زمان یه اصله، مثل اینه که مثلا ما میگیم، مثلا چه میدونم، میگن یه اصل نیوتونه، مثلا جاذبه زمین هست 9 ممیز مثلا اینقدر چیزش، یه اصله. میگه آدمایی که لعیمن، حالا لعیمان رو کلا توصیف کرده دیگه، میگه اینا کلا جهنمی هن. تو جهنم هم جاییه که خیلی محدوده واسه شون، اون میبرنشون اونجا که اینا عبادت کنن، که این از محدودیت بیان بیرون. یارو میتونه عبادت بکنه، میتونه عبادت نکنه. اونی که عبادت نمیکنه یه معبود دیگه یو میپرسته. میگه اونی که معبود دیگه یو میپرسته انقدر پس باید سختی بکشه تا بفهم معبود اصلی کیه، چون آخر سر همه باید یه طرف برن، ممکنه دفعه اول نرن.
دفعه دوم هم نرن، دفعه سه بالاخره ولی میرن. وقتی سختی زیاد میشه نسیم. منظور من اینه که این بر اساس اون چی که ایشون میگه یعنی سرنوشت بشره. یعنی پروردگار اینجوری میخواد که کسی که حالا آدم ایست که به راه نمیاد سختی باید بکشه. آقا همون درست میگید. اینو حرفتون از لحاظ فرضی درسته. من میخوام مطمئن باشیم ما بفهمیم که به راه نمیادش یعنی چی. خب یه مثال براتون میزنم. ما معمولا یکی از چیزایی که توش حالا حرف میزنیم اینه، میگیم که امت اسلام الان مظلوم واقع شده. سخنرانی های مثلا ایران رو گوش کنید، خیلی همچین صحبتی رو میشنن، امت اسلام مظلومه الان و غربی ها خیلی ظالمه. حالا من به این کاری ندارم کی حق کی باطه. امت اسلام یه عدهشون تو غرب زندگی میکنن و خیلی هم خوشن. نه جدی دارم میگم، یعنی وسط. و امت اسلام خیلی هاشون هم سیتیزن غرب هم. پاسپورت امریکایی دارن، نمیدونم آزادی دارن. آره. و مثلا زیاد هم کاری به امت اسلام اونورم، یعنی اگه زیادی بخواد جریان سخت بشه نه تنها خودشون میان، خود من این وسط چیزم نیستم، منم هستم جزء همین اینا. ما یعنی یه چیزی رو اینجا میبینیم که اونجا نمیبینیم، حالا به هر دلیل. بعد سوالمون همیشه اینه چرا کافرین نعمتهای خدا دستشونه، مسلمی نعمت ندارن؟ درست میگم؟ ما اگه بخوایم این اکویژن رو درست حلش کنیم یه سری فرضیه ها رو باید عوض کنیم و یه سری چیزها رو باید کاملا واقع بینانه رو نگاه کنیم. یه مثال کوچیک بهتون میذارم، همین جریان مسئله درحاشیه، حالا این سریالی که تو ایران درست میکنن راجب پزشکا یا نمیدونم فرا. شما الان خدای نکرده اینجا مریض بشین، یا که این برای خیابون الان چیکار دارن میکنن به مردم میگن ما وقتی دیزاستر شد چجوری شماها رو کمکتون میکنیم؟ میام با مهربونی، با محبت، نمیدونم کیک و شیرنی و فلان و همه این چیزا به مردم میدن که شما بدونید که اگه اتفاق واسهتون افتاد ما اینجا در خدمتتون هستیم. شما بیمارستان برید اگه وضعتون وخیم باشه میخوابوننتون. جان آقای من میان کلام توی این چیز بگم، که من تهران بودم بله، تو قبلش هم میان اینو تجربه کردم و همیشه مورد سوال من بوده برمورد دکترها. بارها من به این مسئله برخورد کردم که مثلا فامیل با فامیلم مثلا این پاهاش کشته شده درسته این رفت با من پاهاش اون دفعه که رفتم باش مسیر دکتر عمل میرفت رفتیم برای دکتر کاردیوپراکتر. خب از اونایی که معروف اینا گفتن خیلی خوب شما همه بیمه دارن دیگه. خب شما بیمه دارید؟ بله. خب این شماره حساب منه، 10 میلیون هم بریز به حساب. من اونجا اصلا نمیفهمیدم که چطور یه دکتری اگر تو بیمه رو قبول میکنی پس یعنی اینا اینجوری هن الان. حالا میگن این آقای وزیر جدید خیلی ها رو گفته آقا این تعرفه‌ای که ما میذاریم همونه شما بالایی میگن خیلی رو تنبیه کرده، ولی اینی که شما میگید حقیقا این برنامه که آقای مفیدی حالا هر گذاشته این واقعا خارج از حقیقت نیست. دکترها اینجوری هن. شما ها بیمه داری؟ خب بیمه تو باید چارج کنه. میگه آقا 20 میلیون هم بریز به حساب. خب پس این هم یه مثال. خب پس صحبت سر اینه که ما وقتی که یه حرفی حالا تو قرآن هم اینو اومده میگه اگه به خودت رحم نکنی، به خودتون شما رحم نکنی خدا بهتون رحم نمیکنه. حالا هر کاری میخوای بکنی بکن. حرفی که الان ما زدیم با این حرف مولوی توفیر نمی، یعنی با هم دیگه فرقی ندارن. مولوی میگه بابا عبادت درست بکن، بعد از این زندان بیای بیرون، تو جهنمی، بفهم بعد چی کار بکنی.
تو تمام این حرفاش هم همش از مهر و محبت و عشق و صفا و همه این چیزا صحبت کرده. ظلم نکن، ستم نکن به کسی، حق کسی رو نخور، روپای روی شونه کسی پاتو نذار بری بالا. همه این برنامه ها رو هم یکی یکی برای ما گفته. وقتی این کار رو نمی کنیم، حالا من کاری ندارم ما امت اسلام باشیم یا امت کفر باشیم، تو جهنم هست. جهنم هم اینه، مرل ایمان را بزن تا سر نهن، یعنی انقدر بزنشون تا آدم بشن. زدن لعیمان اینه، انقدر سختی براشون بیار تا اینا آدم بشن. مثلا این جریمه کارپول دیگه، تو کارپول جاده باز هست دیگه، میگه هر کی بره باز 370 دلار بده. بله مرسی. اونی که حالا لعیم نیست، اونم یه مثاله. خیلی راست میگیم، اونم یه نوع مثالشه. قوانین داره همه چی، یه قاعده هایی داره، این زندگی هم روی قاعده است. مولوی داره اینا رو اصلا رو داره میگه، یه سری اصله. شما این اصلا رو میگید، من اینا رو بهتون میگم، این مثلا حق انتخاب دارین، شما حق دارید انتخاب کنید چجوری میخواید زندگی کنید. You choose. پس مرد لعیمان را بزن تا سر نهن، مرد کریمان را بده تا بردهن. اونایی که ولی با هم دیگه کریمن، به هم دیگه میرسن، به هم دیگه جود میکنن، بخشش میکنن، بهشون میدی. خب لاجرم حق هر دو مسجد آفرید، پس هر دو تا مسجد، هم بهشت و هم دوزخ هست. دوزخ آنها را و اینها را مزید، به یکیشون دوزخ رو میده، به یکیشون بهشت رو میده. بعض قرار معلوم پس همین جاست، جای دیگه هم نیست. نه که جای دیگه هم نیست، ولی اینجا فعلا ما داریم میبینیمش، این دنیای آشکار ما یه همچون حالتی داره. ساخت موسی قدس را در باب ببخشید، ساخت موسی قدس در باب صغیر، تا فرو دارند سر قوم زهیر. میگه وقتی قدس بلت مقدس و موسی ساخت، این درشو کوچیک ساخت. چرا درشو کوچیک ساخت؟ که مردم وقتی میان این تو سرشون رو بیارن پایین. این تواضع کردن یه سری چیزاست که، یعنی تواضع کردن نه تنها، ببینید ما تو فرهنگمون یا تو کالچرمون تواضع خیلی داریم. زمانهای قدیم، الان نمیدونم ایران هنوز زورخونه هست یا نه، زورخونه ها دراشون خیلی کوتاه بود، به خاطر اینکه باید سرشو پهلوان بود. خیلی جالبه این واقعا. ما اینو داریم، یعنی میگم ما این اصلا رو تو رگ و ریشمونه، ولی یادمون میره واسه چی این در کوچیکه. کانسپتش یادمون نمیره. کانسپتش یادمون نمیفهمیم اصلا کانسپت دیگه نیست. تا فرو دارن سر قوم زهیر، زهیرم یعنی مردم آزاردهنده، مردمی که به خودشون دارن لطمه میزنن، سرشون رو بیارن یه ذره پایین. زان که جباران بدند و سرفراز، ببخشید، زان که جباران بدند و سرفراز، به خاطر اینکه آدم ها گردن کشن، فکر میکنن خیلی گندن، خودشون رو خیلی بزرگ میدونن. دوزخان باب صغیر است و نیاز، جهنم این در جهنم هم میگن در کوچیکیه، به خاطر اینکه اینا بفهمن کوچیکن و آدمای نیازمندی ان. ما ها یه آخمون بشه، یه چیزیمون بشه، بیچاره ایم. برمیگرده دوباره به شکر کردن ها، حالا کاری نداریم، ولی شکر کردن هم جزشه. چیا رو داریم؟ چیا؟ بازم میگم ما خودمون، حالا ما ملت ایرانی هستیم، ما خیلی چیزا رو داشتیم که الان نداریم، خیلی چیزا رو داشتیم. حالا دلیلش هم اینه که همیشه تقصیر استکبار جهانیه، البته همیشه یکی دیگه مسئولش بوده، ما هیچ وقت کار اشتباهی نکردیم، ما همه کارامون درست بوده، ولی یکی دیگه بوده اومده این کار رو که دستیسه کردن، نمیدونم ترفند بوده،
توطئه بوده، فلان بوده. اوکی باش. حالا به هر ما هر کسی میگم خودش بلا خرسیدشو بگیره. حالا میگه بیان آن که حق تعالی صورت ملوک را سبب مسخر کردن جباران که مسخر حق نباشند ساخته است، چنان که موسی علیه السلام باب صغیر ساخت بر ربض قدس جهت رکوع جباران بنی اسرائیل وقت در آمدن. این همون برنامه در کوچیک و ایناست که ادخل الابواب سجدن و قلو هتتون، و به درهای کوچیک وارد شین و سجده کنید و نمیدونم اونو متاسفانه. حالا بقیه میتونیم اینو حالا بخونیم میفهمیم یعنی چی. من یک دفعه یک توری رفتم اون هفته، گفتن چایخونه، ولی قبل از اینکه برین اون تو گفتش که دستاتونو میشورین، لب دهنتونم میشورین، بعد میرین اونجا کفشات در میاری. مثل حسیر مانند بود، مثل چه میگن نماز میکنن؟ سجاده. سجاده. بعد همه این حرفا رو که زد، بعد گفت شما فکر میکنین از کدوم در میاری؟ یک در بود بزرگ مثل این. بعد گفت فکر نکنین این دره ها، یک درم بود کوچولو اینقدر. بعد گفت وقتی که این کارا رو میکنین، دست داده همتونه میشورین، از این در باید بیم کنین. چرا؟ سرتونه خم کنین. گفتم این محل عبادتگاه نه چای خونه، شما داری اشتباه میگی. آقاه یک فکری کرد گفت شما راست میگی، به من اشتباه گفته معلمم. باید نه. بعدم گفتم اصلا اینجا نه میزیه، نه استکانیه، نه هیچی. شما میری اونجا دو زانو نشستی، کفشاتم در بونی، دست و دهنت هم شستی، از اونجا هم با زانو اومدی. بله. سجده کردی دیگه. بله. این محل کجا بود؟ ژاپنی بود یا ایرانی بود؟ ژاپنی. خیلی هم. اتفاقا تو فرهنگ ژاپن و چین و اینا خیلی از این حرفایی هم که ما اینجا میزنیم اونجا هم خیلی هست و واقعا معتقدم به اینجا. ولی تفاوت اینه که ژاپن مثلا برای مثال به عنوان یه مملکت یا یه کشور هنوز که هنوزه فرهنگ و اون باور خودش رو حفظ کرده، ولی ما از دست دادیم. 3 سال پیش بود که سونامی اومد تو ژاپن دیگه. ژاپن یک قرون از هیچ کشوری به عنوان کمک قبول نکرد، هیچکی بهش کمک نکرد، یعنی کمک نکرد، گفت نمیخواد. فیلم نشون میدادن رفتاری که اینا کرده شما میدید. بله. نه اعتراضی، نه همش با هم همکاری میکردن، و بعد وقتی میرسیدن به هم بگید تازه باز تعظیم میکردن. بله. و گوش میکردن. بله. نه کسی قایت کرد جایی رو، اصلا یه فرنگ نه کسی قایت کرد، همه بردن تو خونه خودشون. بله. سروایورا. بعد چیکار کرد؟ تا سالهای سال آبا رو و ماهی رو اون دیگه حالا نه، همچین خبری هم نشده تون چیز. اتفاقا ریپورت اومده ازش که اینا، اینو بهتون بگم، اون یه آخه اینا آمریکا نمیاد این حرفا رو زیاد بزنه. یه دونه ریاکتور بود، اگه حالا دوست داشتین من مقالهشو دارم تو هاروارد بیزنس ریویو راجبه این نوشتن که یه ریاکتور بود که ممکن بود آب سنگینش نشت بکنه و اینا جلوی اونم گرفتن. و یکی از کارهایی که کردن، اینم بهتون بگم، یک سری مهندسین بودن که اینا بازنشسته شده بودن و چون خطر مرگ زیادی داشت، اینا گفتن جوونا نرن، ما میریم و اونجا رو درست میکنیم. ببینید بازم میگم، حالا این وسط خیلی ببخشید، آمریکا خودش خیلی از جاها رو داره پلوت میکنه که کسی نمیدونه. الان تمام این گلوبال وارمینگ بیشتر چیزش ماییم، یعنی تو آمریکا داره اتفاق میفته، جاهای دیگه همچین خبری نیست. یکی آمریکاست، یکی چین. این دوتا کشورن که الان دارن از لحاظ انرژی و گلوبال وارمینگ از دیگه 70-80% دنیا دست ایناست، وگرنه بقیه اروپا هر کاری میکنه همش کانسرواتیو نسبت به اینکه چیزی نشه. بقیه جاهای دنیا همچین صنعتی به اون صورت هم. در هر حال
برگردیم. آنچنان که حقز گوشت و ببخشید، آنچنان که حقز گوشت و استخوان از شهان باب صغیری ساخت ها. میگه خدا از این گوشت و استخوان ما وقتی که آدم‌های فاضل هم به وجود آورد یه باب صغیری از اینا درست کرد، یه در کوچیکی برای اینا به وجود آورد. ببین یعنی چی. اهل دنیا سجده ایشان کنه، چون که سجده کبریا را دشمن. اینا رو خدا درست کرد به خاطر اینکه مردم یه عده‌شون آدم پرستن و این شاهان رو سجده میکنند. شاهان اینجا اولیا و انبیا نیستن. شاهان کسایی هستند که فرعون یا کسایی که خودشون رو بزرگ میدونن و کسایی که اینا رو سجده میکنن سجده کبریا رو دشمنن. اینا میگن باید پرستش اونو بکنیم نه بزرگتر از اونو. ساخت سرگین دانکی مهرابشان، نام آن مهراب میر و پهلوان. میگه اونجایی که اینا قرار بود مهرابشون باشه، اینجا مهراب به جای عبادتگاهه، از چیز تلخی اینا رو عبادتگاه اونا رو درست کرد و اون مهراب رو برای میر و پهلوان گذاشت. اینجا میر و پهلوان رئیس و آدمای رئیس و قدرتمند و کسایی که خیلی قدرت دارن، خیلی ادعا دارن. مرسی. یعنی کسایی که بالاخره به جاه و مقامی دارن اینجا. لایق این حضرت پاکی نید، نیشکر پاکان شما خالی نید. بله. خالی نبید. ببخشید. میگه شما کسایی که خودتون یعنی خیلی بزرگید، خیلی بزرگ شدید، خیلی سنگین شدید. اینجا بزرگ شدنم ببینید، مولوی مثلا حضرت سلیمان هم مثال میزنه. حضرت سلیمان آدم بسیار به قول ماها این روزی ها ملاک و متمول و این چیزایی بوده، خیلی چیزا هم در خدمتش بوده، ولی آدم واصلی بوده در حقیقت. وقتی که شما نفستون و حرص و جاه و مقام و این آدم رو میگیره، یکی اتفاقی که میفته، ما اولین اتفاقی میفته ما از خداوند این وصل شدنمون قطع میشه. یه دفعه براتون اینجا گفتم جمشید، اگه پادشاهی جمشید رو تو شاهنامه بخونیم، وقتی که جمشید پادشاهیش رو شروع میکنه از دست دادن، اولین خطی که مولوی میگم فردوسی شروع میکنه این داستان رو وقتی که تغییر میکنه، چون جمشید شاه کسی بوده که تمام فرم شهر رو میذاره، یعنی اولین پادشاهی که فرم داشته. برای اولین دفعه زن میاد تو شاهنامه وقتی که جمشید پادشاهی جمشید رو میخونی و خیلی هم و اولین کسی بوده که طبقه بندی میکنه دنیا رو، یه عده رو پیشه‌وران میکنه، یه عده رو سپاهی میکنه، یه عده رو چیز میکنه، همه اینا رو این کارهای جمشید بوده. ولی یه جا جمشید میگه منم، فردوسی میگه منی کرد آن شاه یزدان پرست، زیزدان ببرد و بشد خود پرست. این اتفاق وقتی افتاد براش همه چیزا، و اینجا بود که پادشاهیش از بین رفت و ضحاک میاد و پادشاهیشو میگیره. این هم همینه، میگه اینجا اینا اصلا لایق این که خدا پرستی بکنن نیستن. نیشکر مال آدمای پاکه، شما نی خالی هستین. حالا نی خالی تو مثنوی دو تا جا مولوی از نی خالی حرف میزنه. یکی این که میگه نی باید خالی و صاف باشه که بتونه وقتی جفت بشه با
دم خدایی بتونه نی بزنه و داستان بگه، که اینو خودشو میدونه. وقتی میگه بشنو این نی چون حکایت میکنه، به خاطر اینکه میگه و اونجا میگه وقتی من لبم جفت میشه میتونم صحبت کنم. اینجا البته این نی که اینجا میگه، نی منظور آدمای تو خالیه، آدمایی که هیچی از خودشون ندارن، ضمیرشون دارای هیچی نیست. آن سگان را این خسان خاضع شوند، شیر را آر است کورا بگروند. میگه آدمایی هم که ناپاکن، یه سری آدمای ناپاک یا یک سری آدمای خس و خورده، اینا رو بهشون عبادت میکنن. آدمایی که شیر صفتن، آرشون میاد اینا رو بهشون سرفرود بیارن. اونجام که میگه زنده بود مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، بیت بعدیش چی میگه؟ میگه دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. این دلیری و شیر صفتی خودشو وقتی واصل شده میدونه. اینجا اینو میگه، شیر را آر از کورا بگرون. آدمای شیر صفت، آدمایی مثل خود مولوی، آرشون میاد به اینا سرفرود بیارن. گربه باشد شهنه هر موش، هر موش خوب، موش کپ و تازه شیران ترسدون. میگه این موش گربه بازیه این برنامه اینا. مولوی نه موش و شیبون خوب میدونه نه گربه رو. میگه اینا یعنی موش و گربه. اینجا گربه باشد شهنه، یعنی داروغه کلانتر، گربه باشد کلانتر هر موش خو، آدم موش صفت، موش کب و تازه شیران ترسد. موش هم اصلا عددی نیست که از شیر بتونه بترسه. چرا؟ موش اصلا نمیفهمه شیر چیه، چون شیر دنبالش نمیکنه. شیر هیچ وقت، حالا این راز بقا و این چیزا رو دیدین تا حالا؟ یه دونه تا حالا دیدین وقت شیر دنبال یه دونه موش بکنه؟ نیور. شیر میره دنبال یه آهو، یه گوره خری، یه کرگدنی، دنبال چیزای گنده میره. لندونش هم نمیشه. خوف ایشان از کلاب حق بود، خوفشان کیز آفتاب حق بود. میگه آدمای موش صفت از یه کلاب هم یعنی سگ، از یه سگی که وصله به خدا اینا میترسن. خوفشان کیز آفتاب حق بود، اینا آفتاب حق رو اصلا ندیدن که ازش بتونن از حساب ببرن. ربی الاعلاست ورد آن مهان، رب ادنا در خور این ابلهان. آدمایی که واصلن رب اعلا رو دنبالش میگردن، خدای بالا رو میخوان آزاد شن، میخوان وصل شن. رب ادنا یعنی معبودای فرومایه، آدمایی که خودشون گرفتارن. یه عده هستن آدمایی که گرفتارن رو دارن پرستش میکنن. موش کی ترس از شیران مساف، بلکه آن آهوتگان مشکناف. میگه موش از شیر نمیترسه، موش اصلا نمیفهمه شیر چیه، ولی یه دونه آهو چرا؟ رو به پیش کاسلیس ای دیگلیس، توش خداوند و ولی نعمت نویس. میگه ببین اگه دیگ میلیسی نرو دنبال کاسلیسی. آخرش اینه، یعنی حرفش اینه، جفتشون میلیسن یه چیزیو. کسی که کاسلیسه یا دیگلیسه ته غذا رو داره میخوره دیگه، همچین چیز زیاد اشتها آوری نیست. وامونده هرچی که هست داره میخوره. خب میگه اگه ولی داری دیگو میخوری دنبال کاسه نرو دیگه. ولی خیلی خوشمزه است تای دیگ. حالا به تبریک هم البته همو کاسه هست. ببخشید
محصول این روش که ترس از شیران هست اینو این داره دیگه بگی معنیشو آدم های موش صفت دیدشون اصلا نمیرسه به جایی که یه شیر صفت رو بفهمن چیه اینجا آدم های موش صفت آدم هایی هن که با خاک یکی هن آدم های خاکیه در حقیقت ماهایی کسایی که به خاک به این دنیای خاکی وصلن اینا نمیتونن یه شیر صفت رو اصلا بفهمن چیه سلام اصلا کجاست شیر صفتی رو نمیدونن چیه مشکل اینه میگه بس کن از شرحی بگویم دوردست خشم گیرد می رو هم داند که هست اینجا یه ذره احساس میکنه زیادی داره میگه اگه بیشتر از اینم بخوام حرف بزنم خشم گیرد میر اینجا یه سری آدمایی که خودشون رو باز چیز میگه میگه اینا ناراحت میشن بهشون بر میخوره من بیشتر از اینم نمیتونم بگم. یعنی که میدونم اون هست. آره. هم دانم که هست یعنی این که میدونم ضمیرشون اینه. اینجا میر آدمای بزرگ و بلند صفت و کیان یه لغتی که مولوی استفاده میکنه کیا صحبتشون میکنه. اینا اونا نیستن. اینا امیرن. امیرا یعنی پادشاهان زرزور. بله پادشاهان زرزور بالاخره با ستمی با ظلمی به یه جایی رسیدن حاصل این آمد که بود ببخشید حاصل این آمد که بد کن ای کریم با لعیمان تا نهن گردن لعیم یه آخرش اینه جواب ما آخرش اینه که با آدمای ستمگر با آدمای بد صفت باید بد کنی تا اینا گردن فرو بیارن به قول خودمون تا اینا آدم شن باید سختی بهشون بدیم با لعیم و نفس چون احسان کنن چون لعیمان نفس بد کفران میگه با آدمایی که لعیمن با آدمایی که ستمگرن نفس ستمگری دارن احسان نمیشه کرد با اینا چون لعیمان نفس بد کفران کنن اینا آدم هایی که آخر سر اگه احسان هم بهشون بکنی اینا شکر اون احسان رو نمی کنن کفرش رو می کنن احسان رو نمی فهمن چیه اینجاست دوباره برمی گرده به شکر کردن شما باید شکر کنی که نشون بدی قابلیت احسان رو داری که باز بیشتر برات بیاد وقتی شکر نمی کنی جزء لعیمان می افتی پس احسان بیشتری نمیاد باسم ببینید یه سری چیزا هست برای همه هست خدا به همه این اکسیژن رو داده این هوا رو هم به همه داده خب ولی باز حالا مثال خیلی سطحی دارم میزنم ولی نگاه بکنید یه عده هستن نسبت به این هوا خیلی خیلی کانشسن آقا باید هوامون رو تمیز نگه داریم باید آبمون رو تمیز نگه داریم باید چیز بکنیم فلان بزن. یه عده هستن نگه نیستن وقتی نیستی نعمت رو خدا داده تو چجوری داری استفاده میکنی؟ مال خودته شکر کردنش اونه که با اون نعمت خوب باشی کفر کردنش اونه که اون نعمت رو برداری کفرش رو به جا بیاری یعنی چی؟ یعنی ابیوزش بکنی زین سبب بود که اهل مهنت شاکرند اهل نعمت طاغیند و ماکرند حالا میگه وقتی که این کارو بکنی اهل مهنت شروع کنن شکر کردن اونایی که بهشون یه ذره سختی میاد یواش یواش چون یه چیزی رو داشتن بعد ازشون اون میگیری بعد میفهمن که بابا چی رو داشتن شروع میکنن شکر کردن اهل نعمت اتفاقی که واسهشون میفته اینا وقتی فکر میکنن همش نعمت بهشون خدا داره میده بدون عوض اینا سرکش میشن و فریبکار هست طاغی دگیلر زرین قبا هست شاکر خسته صاحب عبا
میگه آدمی که طاغیه یا سرکشه بگلر میشه امیر یا آدم بزرگ دوباره، مثل یه امیر زرین قبا میمونه که عبای خیلی همچین زربافتی برای خودش بافته و روی دوشش انداخته. خب هست شاکر خسته صاحب عبا. اون کسی هم که شروع میکنه به شکر کردن بعد اینکه حسابی بهش فشار اومده یا آدم خسته صاحب عبا. صاحب عبا آدم واصل نیست، آدمیه که یه سری چیزا رو فقط میدونه، جان عمل رو نمیدونه، ولی چون یه صاحب عبا داریم یه صاحب دل داریم، اینا صاحب دل نیستن. اگه یادتون باشه یکی از صفات اولیا رو که مولوی میگفت، میگفت اینا صاحبای دلن، یه دم مثلا صاحب عبان. شکر کی روید ز املاک و نعم، شکر می روید ز بلوا و سقم. میگه برای این آدما شکر از کجا، هیچ وقت از ملک و نعمت و این چیزا براشون چیزی نمیاد. معمولا وقتی که سختی و گرفتاری و بیماری واسه شون میاد شکر واسه شون میاد. چرا؟ چون اینا حقیقت نعمت رو نمیدونن، حقیقت اون کرمی که بهشون شده نمیدونن. وقتی نمیدونن سختی میاد شاکر میشن. خب این اشاره حضرت علی که میگه خدا رو به سه طریق میتونی شکر کنی، یکی از ترس جهنم، یکی از بخاطر دوست داشتن بهش، یکم این که ستایش کنید بخاطر اینکه تو بدونی خدا لایق ستایشه. مرسی. کنایه همون هم اینم همونه. آه یه ده ترسه، هر ستاش یه دم از سختیه، یه ستاش خوبه. بالاخره باید شکر کنی، شکر ولی باید بکنی. حالا یه داستانی میزنه، دوباره داستان خیلی عامی مولوی اینجا داره میگه راجع به یه صوفی که یه سفره خالی رو میخ دیوار میبینه. خب میگه صوفی بر میخ روزی سفره دید، چرخ میزد جامعه ها را میدرید. صوفیات وقتی که خیلی به وجد میرسن شروع کنن رقص سما کردن، این چرخ زدنشونه. خب میگه این وقتی این سفره خالی رو رو میخ دید شروع کرد به چرخ زدن و خوشحال شد. بانگ میزد نک نوای بی نوا، قحط ها و درد ها را نک دوا. شروع میکرد به داد زدن که من بی نوا به هم نوایی رسید، نعمتی واسم رسیده و قحطیام و همه دردام و همه نداشتن ها الان حل شد. چون که دود و شور او بسیار شد، هر که صوفی بود با او یار شد. انقدر این دیگه شروع کرد چرخ زدن و شادی کردن که دیگه یواش یواش ملت فهمیدن که این یه چیزی ها، یه ادم که صوفی صفت بودن با این شروع کردن به یاری کردن و چرخیدن. کخکخی کخکخی و های و هویی می زدن، تای چندی مست و بی خود می شدن. کخکخ یعنی صدای خنده، های و هوی هم های و هوی صوفی هاست که به یاهو و این چیزا می رسن و شروع کردن اینا خلاصه داد و بیداد می کردن از خوشی. میگه بلفضولی را گفت صوفی را که چیست، سفره آویخته و سفره آویخته و از نان تهیست. یکی میاد بهش میگه که اینجا فضول هم آدم کنجکاوه هم آدم نان بیلیور، کسی که باور نداره هیچیو. آدمایی هستن که همش باید واسه شون ثابت کنی، مثلا بگه الان روزه، میگه ثابت کن. بلفضولی گفت صوفی را که چی سفره آویخته وزنان توهیست. اینجا سفره از همینجوری افتاده، نونم توش نیست، چته چرا اینجوری میکنی؟ گفت رو نقش بی معنیستی،
تو بجو هستی که عاشق نیست. صوفی هم بهش میگه ببین برو، به خاطر اینکه یه نقشی هستی، یه آدم نمایی هستی که معنی رو نگرفتی، برو دنبال هستی بجو، یعنی برو بفهم معنی بودنت اصلا چیه، معنی این هستی چیه. تو بجو هستی که عاشق نیستی. یه مشکل دیگه هم اینه که عشق رو نفهمیدی چیه. ما گفتیم عرفان مولوی عرفان عاشقیه. مولوی همه چی رو از رو عاشقی میبینه. عشق نان بینان غذای عاشق است، بند هستی نیست هر کو صادق است. آدمی که عاشق باشه یه صفت داره، میگه بدون نون نونو میخوره، یا بدون نون نون براش میاد.